روزی که سونیک این تول ساخته میشه. درود به همگی، طبق معمول مستر نایک اومده بوده با حقایقی که راجب سونیک سه لو رفت، میخوام اونو بترکونمش و برای اولین بار فکتایی رو بهتون بگم که تو یوتیوب فارسی فکر نمیکنم تا الان کسی گفته باشه راجب سونیک سه. بیشتر از این وقت رو تلف ندیم، از همتون دعوت میکنم که تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. یه سری حقایق لو رفت که فکر کنم اولین بار توی یوتیوب و فارسی قراره کسی بگتش و اگرم که گفته دمش گرم، نمیدونم، نگاه نکردم بچه‌ها رو ببینم دارن چیکار میکنن. این بار اولین نیومدیم ولی قول میدم بهترین باشیم. خب با دانستنی اولی که فکر کنم حدودا همتون میدونید شروع میکنم و اگه نمیدونیدم خب بدونید. قبل هر چیز یادتون نره کانال منو سابسکرایب کنید و برای حمایت از من میتونید ویدیو رو لایک کنی و آخر ویدیو نظر یا انتقادی که داشتی برای من توی کامنت ها بنویسی. راستی یه استوب بزنم، خیلیاتون میگید راجب کلاه قرمزی ویدیو بساز. چشم، میسازم. من تا حالا هر چیزی که خواستین رو ساختم، اینم میسازم. یکم صبر کنید شلوغی فیلمای ترندی که داریم تموم بشه، به روی چشم اونم براتون میسازم. خب به نام خدا بریم سراغ سونیک. شادو برای اولین بار تو یکی از سری بازی‌های سونیک بود و ما برای اینکه بخوایم این ویدیو رو نقد و بررسیش رو اثبات کنیم بهتون، چیزی که پیدا کردیم و ثابت کنیم و چیزای جدیدتری دستگیرمون بشه، مجبوریم اول یه سفر کنیم به اون بازی که از سونیک اومد. پس شما رو دعوت می‌کنم که داستان سونیک رو گوش بدید. شادو برای اولین بار تو بازی سونیک ادونچرز 2 حضور داشت و اونجا داستان از این قرار بود. جورج روباتیک، پدر بزرگی اگمن که تو تریلر هم حضور داشت، برای اولین بار تصمیم میگیره شادو رو با یه سری فرآیند ژنتیکی توی آزمایشگاه بسازه. حالا چرا؟ سال خوبیه. ماریا نوه جرارد مریض میشه و جرارد همون موقع هاست که دی ان ای یه موجود فضایی رو پیدا میکنه و تصمیم میگیره با اون یه راه درمانی برای ماریا پیدا کنه، اما توی این آزمایشات شادو رو به وجود میاره. شادو بعد از چند وقت توسط سازمان گان یه تهدید شناخته میشه و تصمیم میگیرن که نابودش کنن. تو عملیات نابودی شادو، ماریا برای حفاظت از شادو جونش رو از دست میده و سازمان گان شادو رو به حالت تعلیق در میاره و توی محفظه اونو به خواب عمیق فرو میبره. 50 سال میگذره و اگمن از وجود شادو با خبر میشه و به اونجا حمله میکنه. اگمن شادو رو بیدار میکنه تا با استفاده از اون سونیک رو نابود کنه. شادو که در کمال ناباوری حافظش پاک شده، تصمیم میگیره به اگمن احمق کمک کنه، اما در طی داستان همه چی یادش میاد و با سونیک دوست میشن و داستان کاملا عوض میشه. همون جور که دیدید تو سونیک ادونچرز 2 این اتفاق افتاده، داستان مشابه دقیقاً چیزیه که تو تریلر میفته. ما صحنه‌هایی رو داریم توی تریلر میبینیم که این صحنه‌ها دقیقاً همون صحنه‌هایی هستن که توی داستان بازی سونیک دخیل بودن. ولی اینجا یه تغییری کرده، اینکه اگمن با شادو یکی نیستن و اتحادی ندارن و از اول شادو همه چیز یادش مونده و میخواد از اگمن و تمام تیمی که باعث این اتفاق شدن انتقام بگیره. یه چیز دیگه که خیلی باحال بود برام، شادو تو این فیلم از یه کفش به خصوصی استفاده میکنه که الان راجبش بهتون توضیح میدم. این کفشا باعث میشن شادو سریعتر حرکت کنه، روی آب بتونه حرکت کنه، همچنان یه چیزی مثل قابلیت پرواز داره، نه پرواز به طور کامل، مثل اینکه میتونه باهاش از ساختمون و هر چیز برآمده دیگه بالا بره. یه موتور خیلی خفن هم شادو داره که اوف نگم براتون. اصلا شادو رو من امسال به عنوان بهترین ویلن کل فیلم های سال 2024 و سال 2023 اعلام میکنم به قطع. بودجه‌ای که برای این فیلم گذاشتن هنوز واقعا مشخص نیست، ولی یه چیزای دهن به دهن میشه به عنوان 130 میلیون دلار. رضایت زیادی رو تا اینجا تونسته کسب کنه، نمرات بالایی رو کسب کنه و همه دوستش داشتن. یه فکت دیگه هم راجبش هست، اینکه شادو ویلن این قسمت نیست و با سونیک مثل داستانی که تو بازی بود یکی میشن و ویلن کلا یه کس دیگه است. من رو بگم، فکر کنم اولین باری که همچین اتفاقی توی تاریخ میفته که سونیک با اگمن یکی میشن در برابر یک ویلن مشترک که بتونن اون از پا در بیارن. داستان قراره چطوری تموم شه رو نمیدونم، یعنی تنها چیزی که انگار اسپویل نمیشه برای هیچ کدوممون و فیلم تا اینجا روند جالبی رو داشته به نظرم. طرفدارا راضی بودن، نمرات خوبی رو تونسته کسب کنه، کامنت ها خوب بودن، تریلر فوق العاده بوده. امیدوارم با یه افتضاح دیگه روبرو نشیم. این فیلم 20 دسامبر 2024 بیرون میاد. اگه بخوام به تاریخ ایرانی بگم 30 آذر 1403 روی پرده سینما اکران میشه و امیدوارم اون موقع باشید توی کانال و نقد و بررسیاشو از دست ندید. این بیشتر چیزایی بود که
ما تونستیم از سونیک در بیاریم زیاد بود، یه پارت دو و یه ویدیو شورت هم در انتظارش هست قطعاً. و اگه تازه با من آشنا شدی حتما منو سابسکرایب کن و به چنلم یه سر بزن. ما پر از نقد و بررسی های مختلف، چالش های یوتیوبری، ویدیوهای فان سرگرمی و سفر به دنیای عجایبی. کلی ویدیو شورت دارم که با دیدنش میتونی یه سری چیزا یاد بگیری و حوصلت اصلا سر نره. خوشحال میشم تو ویدیوی بعدم ببینم. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.